مایک پنس: بهترین پاسخ را به حملات رژیم ایران خواهیم داد. مقام‌های آمریکایی: محل دقیق حملات به عربستان در داخل ایران شناسایی شد. لیام فاکس، وزیر دفاع پیشین انگلستان: برجام مرده است. In the past few months alone, the Iranian regime has deployed their regional proxies to stage sabotage attacks against shipping in the Persian Gulf. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد آمریکا در حال بررسی شواهدی است که نشان می‌دهد رژیم ایران در پشت حملات به تأسیسات نفتی عربستان قرار دارد. آمریکا آماده دفاع از منافع و متحدان خود در خاورمیانه است. مایک پنس در یک سخنرانی در بنیاد فکری هریتیج در واشنگتن گفت: ما در حال ارزیابی شواهد هستیم. ما با متحدین خود مشاوره می‌کنیم و در نهایت رئیس جمهور بهترین شیوه اقدام را در روزهای آتی مشخص خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد سیاست رژیم ایران برای فشار آوردن به آمریکا که تحریم‌ها را شل کند یک سیاست شکست خورده است. In the United States of America will take whatever action is necessary to defend our country, our troops and our allies in the Gulf. لیام فاکس، وزیر دفاع پیشین انگلستان، اعلام کرد انگلستان باید بپذیرد که توافق هسته‌ای ایران مرده است. از این رو باید به آمریکا بپیوندد. به نوشته تلگراف، لیام فاکس که تا ماه ژوئیه در کابینه حضور داشت، از سخنرانی در واشنگتن استفاده خواهد کرد تا هشدار دهد توافقنامه 2015 از ابتدا ناقص بوده است و تلاش برای زنده نگه داشتن آن بی‌نتیجه است. وی خواستار پیوستن بوریس جانسون به دونالد ترامپ در رد برجام است. این درخواست لیام فاکس بعد از حملات رژیم ایران به دو تأسیسات نفتی عربستان سعودی صورت می‌گیرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند منشأ حملات رژیم ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را شناسایی کردند. روز شنبه تعدادی موشک و پهپاد از داخل خاک ایران تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف قرار دادند. مقام‌های آمریکایی به شبکه خبری CBS گفتند این حملات از نقطه‌ای در شمال خلیج فارس صورت گرفته است. دست کم یک موشک رژیم ایران نیز از آسمان کویت عبور کرده است. به این ترتیب در اثر این تحول بزرگ در منطقه فصل جدیدی آغاز می‌شود و رژیم باید پاسخگوی تجاوزاتش باشد. مارک اسپیر، وزیر دفاع آمریکا، در یک تماس تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی گفت آمریکا در حال بررسی تمامی گزینه‌های موجود درباره چگونگی مقابله با حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. وی در این تماس پشتیبانی کامل آمریکا از عربستان سعودی را در پی حملات اخیر تایید کرده است. Well, first, Iran is a terrorist nation. It is a global threat. And سناتور باراسو در مصاحبه با فاکس نیوز درباره حملات رژیم آخوندی به تأسیسات نفتی عربستان گفت: اولا رژیم ایران یک رژیم تروریستی و یک تهدید جهانی است. ما باید تضمین کنیم رژیم ایران هرگز به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا نکند. رژیم ایران با سلاح اتمی کل جهان را ناامن‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌کند. وی افزود تحریم‌ها علیه رژیم ایران مجازات کننده بودند. ناآرامی‌های زیادی در خیابان‌های ایران دیده می‌شود. آنها هم‌اکنون دارند به شدت عکس‌العمل نشان می‌دهند. ولی آنها باید همان چیزی که هستند نامیده شوند، یعنی یک رژیم تروریستی، و به همین ترتیب هم با آنها برخورد شود. Well, there were 17 attacks, drones as well as cruise missiles in this attack. It took دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در حمله هوایی به مواضع شبه نظامیان رژیم ایران در شرق سوریه 10 تن کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اضافه کرد در این حمله که دوشنبه شب صورت گرفت 3 موضع مزدوران سپاه پاسداران و متحدان آن در آلبوکمال در مرز با عراق هدف قرار گرفت. آسوشیتد پرس نیز به نقل از مخالفان رژیم اسد گزارش داد
هواپیماهای ناشناس به بخش‌های تحت کنترل شبه نظامیانی که مورد حمایت رژیم ایران هستند در نزدیکی شهر آلبوکمال در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق حمله کردند.